سلام سلام خدمت تمام هم دوستای عزیز، امیدوار است همه ایتان جور و سلامت باشین. ما امروی دوست ما صحبت کردم و ای دوست ما در یک بخشی از کمپلکس در طرف زونی غرب کار کرده بودند، غربی افغانستان، و تمامی داکومنت و گپایشان به گفته خودشان و دفترشان خانه پی کرده بودند و ما مو اساس یا ریفر کرده بودند و بالاخره یا بعد از یک مدت طولانی که در پاکستان زندگی میکنن و پروسه انترویو گپایشان سپری میشه، ولی دلایلی را که یا در پرونده از یا ذکر کردن دو دلیل گفتن. یک دلیل گفتن که اسنادایی را که یا به افسر یو ایس یا ایس ارائه کردن پیشکش کردن، یا اسنادای منفیشان نسبت به اسنادای مثبتشان بیشتر بوده، و دیگه شون گفته که معلوماتی را که یا به افسر یو ایس یا ایس دادن، معلومات منفیشان نسبت به معلومات مثبتشان بیشتر بوده. بنابراین به همین دو دلیل افسر یو اس ای اس تصمیم گرفته که ایره من حیث پناهنده و من حیث واجد شرایط پناهنده به امریکا قبول نکده و ندانسته، و این تصمیم و این صلاحیت ایراد از طرف افسر یو اس ای اس صورت گرفته. و بعدا در یک بند دیگه ایش آمده گفته که اگر شما میخواین که پرونده شما ادامه پیدا بکنه و شما از برای 90 روز وقت دارین که از بخش یو اس سی آی اس شما درخواست بکنید و دوسیه شما را، پرونده شما را بررسی بکنن دوباره که آیا قضاوت افسر یو اس سی آی اس درست بوده یا یه که اسناد و شواهد را که شما ارائه کردین درست بوده. چون باز در یک بخش دیگه هم گفته که اکثر اوقات میشه که افسر یو اس سی آی اس هم با مشکلات مواجه است یا نواقصات و گپای است، شاید خطاها یا اشتباهایی از پیشان صورت گرفته باشه. بنان گفتم ما با از شما از شما را تشویق میکنیم و از شما میخواهیم شما با از میتونیم که از یو اس سی آی اس خواهش بکنید و دوسیه شما را یو اس سی آی اس دوباره بررسی کنند، و این کیس دوستی ما از بخش یو اس سی آی اس ریجکت نشده و این کیس ما دوستی ما را فقط افسر یو اس سی آی اس که انترویو گرفته اسناد گپا را تکمیل کرده، پرونده وی گپایشان را بالاخره در آخرین مرحله با همین دو دلیل این را فعلا ریجکت کرده و در حال من حیث واجد شرایط پذیرش به امریکا ندانسته و ریجکت کرده، و پس دوباره گزینه داده که شما میتونین که امیر از طریق یو اس ای اس دوباره بررسی بکنین، اگر گپ شما واقعی بود خوب نبود. دلایلش اینی گپ بود. امیدوار هستم که دوستان و عزیزان ما که در انترویو رفتن و بعدا در انترویو میرن، یگانه چیزی را که باید بگن واقعی باشه و اسنادی را که میبرن وابسته به حقیقت باشه. اکثر دوستا و رفیقای ما بارها سوال میکنن که ما چی باید بگیم. ما برشان میگیم برادر و دوستا، برادر و خواهر و عزیزان گرامی، وقتی که به همراه افسر یو اس ای اس یا آر اس سی میشنین، هر آن چی که واقعیت است اون واقعیت ها را برشان پیشکش بکنین. هر آن چیزی که شما اسناد اصلی دارین اون را پیشکش بکنین. دیگه پیش دیگه مسائل گپاش نگردین، دیگه یا چی واقعی را میخواهیم. به هر صورت شانس خوش برای همه که تان میخواهیم. امیدوار هستم که ما و شما ناراحت نباشیم، چون از قبل اگر یاد ما و شما باشد در ایمیل های ما و شما واضح ذکر کرده بود که آمدن شما به کشور سیم 100% به معنای پذیرش شما من حیث مهاجر به امریکا نیست. امکان ریجیک و امکان مشکلات و امکان خطرات دارد که این امروز نمونه شما از یک دوست ما بخیر باشیم.